بیشتر رو این موضوع گفتگو میکنیم با آقای قاضی عبدالرحیم رهین، عضو پیشین مجلس نمایندگان، که در استدیو تولو نیوز با ما حضور دارن، و همچنان آقای فهیم صدیقی، استاد دانشگاه، که از امریکا با ما وصل هستن. سلام بر شما، خوش آمدین. بس با شما آغاز میکنیم آقای رهین. من میخوام بپرسم 400 زندانی گروه طالبان فرمان رهایش از طرف شخص رئیس جمهور امضا شد، پیامد چی خواهد بود با رهایی این زندانیان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. امیدوار هستیم که انشاءالله اما بحثی رهایی 400 نفر زندانی های طالب منتج به یک مذاکرات بین الافغانی بشه. چیزی که بسیار مهم بود موافقاتی که بین امریکا و طالب ها در دوحه صورت گرفته بود، پیش شرط اساسی برای رسیدن به یک مذاکرات بین الافغانی مسئله رهایی 5000 زندانی طالب ها بود. بله. که با تدریج این مسئله صورت گرفت، 4600 نفرش رها شد، ولی 400 نفرشان ماند. 400 نفر به قول حکومت که اینها دارای دوسیه های سنگین هستند، مسائل حق العبدی است و قضایایی است که رهاییش صلاحیت رئیس جمهور نیست. بله. خب به هر حال طالب ها هم پافشاری سر از این مسئله داشتن که باید این افراد رها بشه، که در این همی اواخر حکومت مسئله لوی جرگه مشورتی را خواستن و این مسئله در لوی جرگه مشورتی فیصله بر همی شده که باید این 400 نفر آزاد بشه، و خواست مردم افغانستان هم در رهایی 400 نفر ای بود که با رهایی 400 نفر حتما باید مذاکرات بین الافغانی آتش بست، این مسائل اساسی است که صورت بگیره. امیدوار است ما با فال نیک میگیریم که خلاصی اینها باعث ای بشه که هم مذاکرات بین الافغانی و هم آتش بست صورت بگیره، که آتش بست خودش تضمین کننده اعتماد دو طرف مذاکره کننده هم حکومت و هم مخالفین است. تا زمانی که آتش بستی نبوده باشه و جنگ نقطه به یک نقطه نرسه که مردم اطمینان پیدا بکنن، با فکر ما که مذاکرات هم نتیجه مثبتی نخواهد داشت. بله، دوباره به شما برمیگردم آقای رهین. آقای صدیقی سلام بر شما، خوش آمدین شما هم به برنامه. ما میخوایم در مورد موقف های رئیس جمهور بپرسم، در کنار رهایی 400 زندانی گروه طالبان، از همان زمانی که در مورد رهایی 5000 زندانی گروه طالبان بحث صورت میگرفت و در توافقنامه امضا شد، شخص رئیس جمهور گفت ما هیچ تعهدی بر رهایی زندانیان نداریم، اما 9 روز بعد این موقف بار دیگر تغییر کرد و موافقت کرد بر رهایی زندانیان و بر 400 زندانی دیگر باز لوی جرگه برگزار شد. این بار بار تغییر کردن موقف رئیس جمهور در مورد رهایی 5000 زندانی طالب از دید شما چه معنایی داشت و به چی هدف صورت گرفت؟ سلام بر شما و سلام بر بیننده های عزیز تلویزیون شما. یک مورد میخوایم که اصلاح بکنم در آغاز، که من در امریکا استاد دانشگاه نیستم، چون در کابل بودم که بر دو سکس سوی تفاهم نشم. در مورد دیدگاه آقای غنی در مورد رهایی 400 زندانی باقی مانده، دیدگاهش نسبت به دو هفته قبل و تا دیروز، این مبنی بر فشارهای خارجی و همچنان دیدگاه سیاسیشان نسبت به پروسه سال هست. حکومت افغانستان از آغاز پروسه صلح، که توافقنامه سیاسی میان ایالات متحده امریکا و همچنان طالبان صورت گرفت، اینا داشتن وقت کشی میکردن و اینا انتظار از ایره داشتن که این گفتگوهای صلح زمان شکل بگیره که انتخابات ایالات متحده امریکا بگذره و در حکومت آینده که شکل میگیره در امریکا با اونا یک جای این پروسه را پیش ببرن، چون ایالات متحده امریکا فعلا دستگاه فعلی که آقای ترامپ رئیس جمهور او رهبری میکنه، بیشتر روی سرعت بخشیدن پروسه صلح تاکید میکنه نسبت بر نتایجی که از پروسه صلح بالاخره چی بیرون میایم. با وجود از اینکه اینا تاکید روی امو ارزش ها هم میکنن، اما سرعت این پروسه برای ایالات متحده امریکا خیلی با ارزش است و برای افغان ها و به خصوص برای کسانی که بر رهبران حکومت افغانستان این موضوع خیلی مهم نیست، اونا بر بقای سیاسیشان و همچنان به خاطر ای که
چگونه حکومت مشارکتی که بعدن شکل میگیره امتیاز کمتر بر طالب ها بدن؟ یعنی ممکن بود که ما در امون اول لوی جرگره در مورد رهایی 5000 زندانی میداشتیم و اکنون فرصت تا حد هم به پیش میرفت و شاید افزایش خشونت نمی بودیم. حکومت افغانستان چندین مرحله را گذشتان تا ای که بتانه وقت بر خود بگیره و ای شما شاهد ازی هستین که آقای خلیلزاد هم چندین بار با رهبران حکومت افغانستان دیدار داشت و ای تمام شیر نشان میده که بله او زمان هم خیلی فرصت بود که ای کار باید صورت میگرفت. در حقیقت هیچ چیز تفاوت نکردن از بد به گذشته و حال هم. خشونت ها در حال افزایش هست، هنوز هم ما شاهد خشونت ها هستیم. گزارش های شما را مدققا خواندم از خبرک ساعت ده که چندین جای رویش بالش حمله شد صورت گرفته بود، موضوع غزنی بود، موضوع قندار بود و چندین جای دیگه که خشونت ها هنوز کاهش پیدا نکردن. فقط سران حکومت افغانستان برای ای تکیه کردن که یکی بار مسئولیت از شانه خود دور بکنن که در تاریخ اگر کدام اتفاق میفته بعدن با در این بحث مذاکره در تاریخ نام از اونا خیلی با یک درشتی بدنامی نوشته نشه و همچنان اینا به نحو مسئولیت هم بالای شانه های مردم افغانستان ماندن که در حقیقت بحث جرگه مشورتی سال یکی از خواستای ایالات متحده امریکا و طالبا هم بود. طالبا هم میخواستن که از یک دیدی بسیار قوی وارد مذاکره شوند و اونا میخواین و همچنان ایالات متحده امریکا خواست که مردم افغانستان هم در این پروسه دخیل بکنن چون که تفاهم نامه میان طالبان و ایالات متحده امریکا صورت گرفته نه با حکومت افغانستان و با مردم افغانستان و این یک نوع بحث مردمی را برش جا داد و تانست که مردم هم دیدگاهشان در این موضوع دخیل شود. اما جانگب جای دیگه است که اگر فرصت باشه که روی بله، از او خیلی کتا اگر اشاره بکنین واس بعدن هم صحبت های شما رو میداشته باشیم. باورمندی به است که همگی خوشبین بری هستند که ما یک به یک مرحله بسیار حساس قرار گرفتیم و گفتگوهای بین الافغانی به زودترین فرصت آغاز میشه. باور من این است که آنچه که مقامات حکومتی افغانستان میگن که تا 3 روز آینده احتمال گفتگوهای بین الافغانی است و همچنان آقای خلیلزاد گفتند احتمالش میره که به زودترین فرصت حتی تا یک هفته و طالبان هم گفتن که تا یک هفته دیگه. من فکر میکنم که این دور از حقیقت است چون خواست دیگه طالبان روی میز هست. هنوز طالبان بحث 400 زندانیش موضوعش رهاییش حل شد اما بحث هیئت مذاکره کننده یکی از بحث های جدی دیگه است که طالبان روی از بسیار تاکید دارن. تا هنوز طالبان نپذیرفتن که با دولت افغانستان مذاکره میکنن. اونا اگر متوجه باشین بحثشان مذاکره بین الافغانی هست. اونا حکومت افغانستان داره یک کابل میگن. دقیقاً تا هنوز حکومت افغانستان جزء از گروه های سیاسی است که طالبان میخواین با اونا مذاکره بکنن. بله تشکر آقای صدیقی که دوباره به شما برمیگردیم. بله و ادامه صحبت های شما رو میداشته باشیم. قاله این آقای صدیقی در صحبت هاش شنیدین میگن که نمیتونیم ما خیلی هم انتظار داشته باشیم و خوشبین بر این باشیم که هر چه زودتر میریم بر آغاز مذاکرات میان افغانان با این موقف گیری هایی هم که حکومت داشته و هیچ نرمش هم که در رفتار طالبان تا اکنون به میان نیامده است. دیدگاه شما چیست؟ بس است که طالب ها در اول تاکیدشان بر این بود که رهایی 5000 زندانی کلیدی باب مذاکرات است. بله و آخرین مانع بر صدر رای این مذاکرات و آخرین مانع هم همین مسئله است. پیش شرط اساسی در مذاکرات بین الافغانی مسئله رهایی 5000 زندانی بود اما این با یک کمک اختلاف نظر و یا بالاخره و تعویق افتادن یا خلاصی اینها چند ماهی را که طول کشید در امی آخر باز هم امو مسئله 400 نفر که مسئله اساسی حکومت افغانستان بود و برای رهاییش بسیار تاکید داشتن که اینها باید رها نشوند. مسائل کلانی دارند در مسائل ملک. به این لحاظ حکومت هم فشارهایی که از بیرون سر حکومت بود و در حقیقت قضیه اینطور بوده که بین
حکومت افغانستان و طالب ها این فیصله نشده بوده که 5000 زندانی طالب رها بشه و 1000 زندانی های نیروهای امنیتی. قضیه بین طالب ها و امریکایی ها بوده و امریکایی ها هم بر این مسئله خود بسیار تاکید داشتن که این 5000 نفر با هر جرم و با هر دوسیه و با هر نوع مسائل کیسی که داره باید رها بشه. چرا؟ در دوران مذاکراتی که بین طالب ها و امریکایی ها بوده و گزارشاتش همیش آقای خلیلزاد در کابل برای حکومت افغانستان میداده، در اونجا تفکیکی در این مسائل صورت نگرفته که این بندی هایی که هست 5000 نفری که خلاص میشه اینا اگر کسانی که دارای اید حالت باشن اینها از لحاظ قانونی، از لحاظ قانون افغانستان و مسائل محاکم افغانستان آزادیش یک امر بسیار مشکل است. این مسائل بحث نشده، مطلق سر این مسائل لست را طالب ها بدین، با اساس همون لست طالب ها حکومت الزامن باید اینا را رها بکنن. فیصله بین امریکایی و طالب ها بوده که این کارم شد، که شدی مثلا. و بارها هم شنیدین که سخنگوی طالب ها میگفت که ما با اداره کابل روی مسائل بحث نداریم، بحث ما با امریکایی هاست و تضمین بین المللی در باب نوی مسئله رهایی 5000 زندانی گرفته شده و این زندانی ها را باید امریکایی ها به هر طریقی که میشه رها بسازن. خب به هر حال امریکایی ها یک حکومتی را در افغانستان به رسمیت شناختن و باید به خواسته های حکومت هم کمی سیحه میگذاشتن و راهی را باید جستجو میکردن که برای حکومت افغانستان هم یک آبروی می بود به این مسائل، که نداره بی اواخر راه حلشه به شکل سنجیدن که این مسئله لوی جرگه مشورتی است. حالا ببینین افغانستان دارای یک نظام است، قانون است، قوه قضاییه داره، قضا مستقل است، آنچه را که قضا فیصله میکنه در این مسائل حق مداخله را هیچ ارگان دیگر چه اجرایی است و چه مقننه است نداره و این قضایا در محاکم فیصله شده و جزای اینا تعیین شدن. خب به هر حال و در بحث حق العبدی هم خب میدانین از لحاظ قانونی هیچ کس حقی از این نداره که حق بنده را ببخشه. اما بالاخره قانون دور زده شد بدون هیچ اینکه ماده های قانون باید مد نظر بشه. هیچ قانون در نظر گرفته نشد، فقط مصلحت و اینمی مسائل در نظر گرفتن. اما این مصلحت بر خیر و صلاح مردم تمام خواهد شد؟ حالا ببینین بحث داریم اینجاست. درست. ما وقتی در امی لوی جرگه مشورتی دیدیم که یک تعداد مردمی که خیلی متضرر شده بودن در همی اشتراک کردن. درست. که یک خانوم را اگر بیاد داشته باشن دیدیم که او ادعا کرد که 12 نفر از اعضای فامیلش در امی دوران از بین رفته و خودش هم مجروح بود به مخالطم. اما او با شجاعت میگفت که با همه گمه قدر تلفاتی که دادیم، همه قدر متضرر شدیم، درست، حاضر هستیم که از اینا بگذاریم ولی در افغانستان یک صلح با عزت و دوامدار بر افغانستان بیایه که برای مردم افغانستان یک آرامی و آسایش بوده باشد. بله، بله. به این لحاظ مردم افغانستان همه طرفدار صلح هستند، صلح را با آغوش باز استقبال میکنن و میخواهند در افغانستان صلح بیایه. چیزی را که ما هم میخواهیم از جامعه جهانی میخواهیم با صداقت در مسئله صلح افغانستان و از همین جریان حمایت کنند، سر طالب ها تاثیرات خود که دارن فشار بیارن و همین مذاکرات و گفتگوهای بین الافغانی شروع بشه. امیدوار هستیم که انشاءالله به یک نتیجه برسیم که به امو خواست مردم افغانستان است. درست، تشکر. دوباره برمیگردم آقای صدیقی، میخوام در این بخش از شما بپرسم پیامد 400 زندانی گروه طالبان که اکنون رها میشن چی خواهد بود بر افغانستان، در حالی که مردم در لوی جرگه خواستار تامین آتش بس پس از رهایی این 400 زندانی گروه طالبان شدند، اما تا اکنون نرمش در رفتار طالبان دیده نشده است. خب زمانی که 4600 زندانی طالب رها شد، ما شاهد از این بودیم که طالبان هنوز هم کشتن را استاده نکردند، هنوز هم ما شاهد بی‌پیشینه خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان از جانب طالبان بودیم و ایره هم باید فراموش نکنیم که کشورهای منطقه و گروه های دیگه هم که اینا خواستار پروسس در افغانستان نیستن هم در این خشونت ها دخیل بودن. کشورهای منطقه عملا در این پروسه دخیل هستند و بسیاری از عملات را در کنار طالبان اونا هم انجام دادن.
اما طالبا هم هنوز حاضر بر کاهش خشونت ها در افغانستان نیستند. بحث 4000 زندانی طالب، اگر 400 زندانی طالب که مطرح بود و هم رها شد، من فکر میکنم که طالبا هنوز هم تاکید روی بعضی خواستای دیگه خود دارند. ما باید بسیار زود خوشبین به این نشیم که کلید گفتگوهای سال موضوع رهایی زندانیان بود. شما چند روز بعد شاید بشنوین که طالبان خواست دیگه شان مطرح میکنن و او همی است که کیها با ما مذاکره میکنه. بله آقای صدیقی، روی این هیئت از شما ما سوال میکنم، اما در مورد این 400 زندانی اگر سوال دیگر هم داشته باشیم که فرمان در حال حاضر امضا شده که اینا برن به طرف رهایی. ما دیروز هم در برنامه های تلو نیوز پرسیدیم از مقام های حکومتی، به ویژه معاون سخنگوی رئیس جمهور اشاره داشتن در مورد مکانیزم و راهکار رهایی این زندانیان که برای یک کاغذ ضمانت گرفته خواهد شد، مثل اینکه بس 4600 دیگر زندانی گروه طالبان این چنین ضمانت های کاغذی گرفته شده که هیچ تاثیری نداشت و دوباره رفتن به گفته نهادهای امنیتی به میدانهای جنگ. پس با این حالت مردم دیگر نگران اوضاع باید باشن. من فکر میکنم که این گونه تضمین ها نمیتونه که یک تغییر بسیار چشمگیر را بیاره، چون بیشتر کسانی که با این که جرگه برگزار کردیم با قدر هزینه های گزاف، اما تنها برای یک کاغذ ضمانت نوشتاری گرفته میشه. خب بحث لوی جرگه یک بحث سیاسی خود را داشت. حکومت افغانستان خواست که مسئولیت خود را یک اندازه بالای شانه های مردم بگذاره و مردم هم در این پروسه دخیل بسازه، چون سر و صدا هم از جانب گروه های سیاسی و اقشار مختلف اجتماع بری بود که زندانیان طالب را باید رها نکنن. اگر حکومت هم میخواست که کار را بکنه که فشار خارجی ها بالایشان بود، اینا بیشتر مورد انتقاد قرار میگرفتن. اینا به یک شبه تسلیم گرفتن که ما لوی جرگه مشورتی سال را برگزار میکنیم و تا 4 روز همه چیز هم آهنگ شد و بالاخره مردم را خواستن و نتایج این جرگه هم از قبل واضح بود. اما بحث کجاست؟ بحث اینجاست که آیا رهایی 400 زندانی چی تغییر را میاره برای خود پروسه سال؟ باور من این است که اینقدر بسیار ما باید خوشبین نباشیم و این من فکر میکنم که انوز ما چالش های بسیار زیاد را داریم که روی زو باید فکر بکنیم. بیشتر جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا روی تاکید میکنه که تا 13 عقرب که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است، پروسه سال باید از به یک نتیجه مطلوب خود برسه. اما اینجا بنبست های بسیار بزرگ وجود داره در افغانستان میان حکومت افغانستان و همچنان طالبان و همچنان طالبان و امریکایی ها، چون بحث خروج نیروهای نظامی امریکایی هم تا نوامبر سال 2020 به 4000 کاهش پیدا میکنه، 4000 نیروی زنان اونجا میباشد و همچنان دیدگاه های اینجا هم است که ما به افغانستان را کاملا ترک نمیکنیم. یعنی حضور دائمی امریکا در افغانستان یک بحث است که دیپلماسی امریکا او را میخواید. باور من است که ما بعدن باز هم با مشکلات بسیار زیاد روبرو خواهد شدیم، چون طالبان شما میفهمین که حال مشاورین سیاسی خوب از استخبارات منطقه دارن، اونا بیشتر روی تاکید میکنند که امریکایی ها کاملا باید از افغانستان برن و بحث حضور طالب ها در رده های اول حکومت این بحث بسیار زیاد مهم است، چون کشورهای منطقه اونا در تلاش از این هستند که در حکومت بعدی که شکل میگیره که طالبا هم جز از او باید باشن، در اوج این نیروها در رده های اول قرار بگیرن. اما ای که چقدر ای بنبست را ما میتونیم با دیپلماسی شکست به تیمی بحث است که به توانی رهبران حکومت ارتباط دارن. بله تشکر، دوباره برمیگردیم. آقای رهین، پس از این حکومت چه باید بکنه برای این 400 زندانی گروه طالبان؟ بحث حکومت است که حکومت با اون تعهدی که کرد و پیش شرط طالب ها را قبول کرد. بله. و پیش شرطی که خواستی امریکا و جامعه جهانی و بالاخره طالب ها بود. اما مشکل در اینجاست که هنوز طالب رهایی زندانی های طالب ها را مرتبط به کار حکومت افغانستان نمیدانه، بلکه میگه یک فیصله بوده که بینی امریکایی ها و طالب ها صورت گرفته. ولی یک بحث بسیار عمده را دارن که
بارها سخنگوی هایشان هم همین مسئله را تکرار کردن، گفتن با محض تکمیل شدن 5000 نیرویی که باید خلاص بشن، آغاز مذاکرات بین الافغانی است. گفتن در یک هفته آماده میشیم. خب جناب رئیس جمهور در صحبتی که در لوی جرگه مشورتی داشت گفت از این روز حساب کنند که 3 روز بعد مذاکرات شروع میشه. بله. و بعد از اینکه این لوی جرگه مشورتی در مقطعنامه ایشان قویهن از این مسئله حمایت کردن که باید 400 طالب زندانی که مانده اینا خلاص بشن و با یک امیدواری این مسئله را مطرح کردن که یک عده بی قید و شرط و یک عده هم قید و شرط در این مسائل داشتن. بله. که در این باید بحث آتش بست، مذاکرات صریح بین الافغانی و بالاخره مذاکرات افغانی باشه و بخاطر دلسوزی برای ملت افغانستان. به این لحاظ امیدواری برای همو است که طالبان هم بعد فیصله نوی لوی جرگه را استقبال کردن و تعهد دادن که بعد از خلاصی نوی 400 نفر مذاکرات شروع میشه. اما بحث برای ازی که هیئت افغانی کی می باشه، حالا هر کسی را که طالب ها طرف مذاکره است، هر کسی را که اونها تعیین کرد، حکومت افغانستان در ازی بس ملاحظه ای نداشت. اما تیمی هم که از طرف حکومت و جامعه افغانستان به اصطلاح تعیین شده همه گروه ها هست، حکومت هم در اون نقش داره، جامعه مدنی هم داره، شخصیت های سیاسی و احزاب و همه نهادهای ملی در افغانستان در سهمگیری در این تشکیلی به هیئت سهم دارند. دیگه بهانه ای برای طالب ها باید باقی نمانه که کی باید بوده باشه و کی باید نباشه. اما یک بحث دیگه ایست که طالب ها هم هیئت مذاکره کننده ایشان افراد رده های دوم طالب هاست و افراد رده های اولشان نیست که از طرف حکومت یا مردم افغانستان هم اما شخصیت های مطرح کشور وارد این مسئله بشه و قضیه یکدم ختم بشه. ممکن با بنبست ها مواجه بشه، با مشکلات مواجه بشه، در هیئت و در ترکیبش تغییراتی بیایه، باز بالاخره باز برویم به یک سمت که نتیجه مثبت بگیریم. حالا امیدوار هستیم شخصیت هایی که تعیین شده واقعا شخصیت های خبیری این کشور هستند، مردمان دلسوز هستند، آگاه هستند در مسائل حقوقی و ما مطمئن هستم که میتونن از حق و حقوق مردم افغانستان در اونجا دفاع بکنه. تشکر آقای رهین. آقای صدیقی خیلی کوتاه در ظرف 30 ثانیه اگر بگوین چند کارخانگی حکومت داره که باید انجام بده بر آغاز مذاکرات میان افغانان، خیلی کوتاه. من فکر میکنم که حکومت افغانستان خیلی در آغاز نیاز داره که با همکارای بین‌المللی خود به نتیجه بسیار نزدیک به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی برسند، تا ای که امریکایی ها بیشتر فشار وارد بکنند بالای پاکستان و همچنان بالای گروه طالبان. چون بحث تفاهم نامه میان امریکا و طالبان هست و طالبان هنوز هم حکومت افغانستان را به عنوان یک حکومت نپذیرفتند و همچنان پاکستانی ها هم در این موضوع خیلی نقش برازنده داره، به اساس ای که یکی از مقامات پاکستانی چند پیش گفت که در مورد مذاکره با طالبان و پاکستان بحث صورت بگیرند. تشکر که وقتانا در اختیار ما گذاشتین. ممنون از شما که حضور یافتین به برنامه.